مافیایی که ما در دارو داریم در هیچ جای و در هیچ حوزه دیگه نداریم. ما در سازمان غذا و دارو با یک مافیای شکم‌گنده دهنباز روبرو بودیم. به رغم وجود مافیای خونخوار دارو در این رژیم، اما جنایتکار اصلی خامنه ایست. او بود که واردات واکسن را ممنوع کرد. مهره‌های رژیم با عمده کردن نقش مافیای دارو می‌خواهند خامنه ای را در ببرند. عمده این مافیا متعلق به ستاد اجرایی فرمان خمینی است. نمکی هم از سردمداران این مافیاست. تبلیغ نمکی برای واکسن موهوم برکت برای این بود که سهمی از غارتگری این مافیا به دست بیاورد. شرکت برکت برای تولید واکسن موهوم 1 میلیارد دلار از صندوق دولت گرفت. نمکی با اکتوبر هم که داروهای تقلبی تولید می‌کند ارتباطات زیادی دارد و سهمی هم از آنجا دریافت می‌کند. خامنه‌ای و مافیاهای زیردستش با ممانعت از ورود واکسن بیش از 400 هزار ایرانی را به قربانگاه بردند. آیا با گفتن آی مافیا می‌توانند خامنه‌ای را در ببرند؟